در این ویدیو برای علاقه‌مندانی که هنوز فیلم اوپنهایمر کریستوفر نولان رو ندیدن چند نکته درباره این فیلم مطرح می‌کنم. در واقع به اصطلاح امروزی که چندانم به نظرم اصطلاح همه جانبه‌ای نیست، بدون اسپویل به فیلم می‌پردازم. صبح یک روز دوشنبه است، اول هفته در تقویم میلادی. هوا هم خیلی صاف و آفتابی نیست. در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. تمام سانس‌های نمایش فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان در یکی از معدود سالن‌هایی که اینجا توی این شهر نمایش آی مکس داره در ساعت 10:50 صبح پر شده و حتی سانس‌های بعدی و روزهای بعدی. چیزی که دارم میگم حسی است که تقریباً تمام ایرانی‌هایی که طبیعتاً ناخواسته مهاجرت کردن در طول دهه‌های بعد از انقلاب 57 با هر شرایطی این رو درک می‌کنن، این حس رو تجربه کردن. یه جور حس گناه، یه جور احساس عذاب وجدان بر اثر بهره‌مندی از امکانات ساده‌ای که در ایران حق همه جوان‌ها، همه علاقه‌مندان به فرهنگ، هنر، تکنولوژی، هر اتفاق پیشرفته متصل به بازار و فضای آزاد جهانیه که ازشون دریغ میشه. اون احساس گناهی که گفتم اینجور وقتا خودشونشون میده. من در ایران دوستانی دارم که اطلاعاتشون از تکنولوژی آی مکس و در نتیجه لذتی که ازش خواهند برد چندین برابر منه و من در واقع یه تماشاچی معمولی و ساده هم در مورد مواجهه با این تکنولوژی. چرا باید تصور کنیم که این چیزها دیگه عادی شده و بعد از 45 سال دیگه جای گله و انتقاد نداره؟ سلام، من امیر پوریا، منتقد و نویسنده سینمایی هم و اون توضیح اولیه که دیدین و شنیدین واقعا احساسی برآمده از قلبم بود که گفتم همینجوری وسط سالن انتظار سینما مطرحش کنم. بعد از اون تازه الان فرصت میشه که بگم اینجا کانال یوتیوبی اوشانان. توصیف اسمش و رویکرد کلی کانال رو توی ویدئوی دیگه آوردم، میتونین لینکش رو از توضیحات زیر این ویدئو به اصطلاح قسمت دیسکریپشن دنبال کنید. دلیل اینکه میگم اهمیت دادن به اسپویل خیلی معتبر نیست اینه که با اندکی مطالعات تاریخی یا حتی در صورتی که افراد فیلم دیده ای باشیم، کلیت مسیر داستانی و سرنوشت جی رابرت اوپنهایمر، مشهور به پدر بمب اتم، رو میدونیم. همه فیلم‌ها مثل یه داستان پلیسی یا ساختار معمایی نیستن که با دونستن پایان یا گره‌گشایی دیگه انگیزه‌ای برای دنبال کردنشون باقی نمونه. هم نمایشنامه مشهور قضیه رابرت اوپنهایمر نوشته هاینر کیپهارت، رام‌پرداز آلمانی وجود داره که البته این اسم عالی رو زنده یاد نجف دریابندری در ترجمهش از این اثر انتخاب کرد. توسط انتشارات خارزمی بارها تجدید چاپ شده. یه تله‌تئاتری هم در ایران بر اساسش تولید شد. اون زمانی که به قول علی معلم تلویزیون هنوز تلویزیون بود زیاد پخش شد. خب حالا اگر بخوایم به قول روزنامه نویس ها لقب پدر بمب هیدروژنی رو به کسی بدیم، شما این لقب رو به چه کسی میدید؟ این لقب رو به تلر دادند. شما خودتون نسبت به این لقب هیچ ادعایی ندارید؟ خیر. متشکرم دکتر اوپنهایمر. منبع فیلمنامه نولان البته این نمایشنامه نیست و کتاب پرومته آمریکایی بوده، ولی نمایشنامه کیپهارت هم محور قرار دادن تحقیقات مربوط به اوپنهایمر در فیلمو داره، یعنی درست از این جهت مثل هم دیگه. حتی بعضی از جزئیات و خطوط فرعی درام فیلم اوپنهایمر هم توی فیلمهای دیگه بوده، مثلا احتمال دستیابی آلمان نازی به قدرت هسته‌ای در جایی در جنوب نروژ به اسم تلمارک که توی فیلم قهرمانان تلمارک ساخته آنتونیمان معروف دیدیمش با بازی کرک داگلاس و ریچارد هریس، البته تو ایران به اسم مهیج آتش بر فراز تلمارک اکران شد، طبیعتاً قبل از انقلاب 57. مثل هر فیلم بیوگرافیک دیگری که گزار شخصیت اصلیش به هولوش ارتش آمریکا میفته، فیلم اوپنهایمر هم به میزان قابل توجهی درباره مفهوم وطن، وفاداری به وطن، نوع احساس درونی و عملکرد بیرونی آدم‌ها در این زمینه است. سوال مقامات امنیتی و قضایی بر سر خیانت کردن یا نکردن به کشور، اما سوال اساسی تر فیلم اینه در جریان وفاداری به پرچم آدمی تا کجا میتونه به باورهای فردی خودش، به ویژه اونایی که به اخلاق و وجدان برمیگردن، هم پایبند
بلند بمونه یا اونا رو زیر پا بذاره. یا میشه گفت از طریق شخصیت اوپنهایمر مخاطب رو با این سوال روبرو میکنه، سوالی که به ویژه برای ما در مورد ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اونم بعد از شهریور 1401 میتونه تنین هشدار دهنده ای داشته باشه. اگه چارچوبای انسانی در تقابل با وفاداری به کشور یا دقیقتر بگم حکومت کشورت قرار بگیره، باید تلاش کنی از خیانت به کدوم یکی بپرهیزی. کی میتونه بگه در چنین شرایطی حکومت یعنی همون وطن؟ و کی میتونه بدون ارعاب و تهدید و تحمیل خیلی انسانی و منطقی استدلال کنه که وفاداری به مطلوبات سیاسی یک حکومت با وفاداری به کشورش یکیه؟ در این زمینه در سکانس بسیار مهم ولی کوتاهی که گری اولدمن بازیگر مشهور فیلم‌های لئون یا حرفه‌ای لوک بسون، دراکولای کاپولا و برنده اسکار برای اون فیلم تاریک‌ترین ساعات جو رایت، اینجا در نقش هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا ظاهر میشه، به حرفای بین او و اوپنهایمر دقت کنید. چیزی بسیار کلیدی که همیشه صدق میکنه در این مکالمات و همچنین در میزانسنی که یک پوشت یا دستمال از جیب کت ترومن در میاد، راجع به نسبت بین علم و سیاست در این سکانس مطرح میشه. عملکرد موسیقی و صدا در فیلم مثل هر فیلم سالهای اخیر نولان از مهمترین ویژگی‌هاش به حساب میاد. مهم نه به این عنوان که بگم مثلا همپای افکت‌ها و موسیقی هانس زیمر برای دانکرک یا اینسپشن غنی و سرشاره، بلکه از این جهت که همچنان به عنوان یک عنصر روایی کارکرد پیدا می‌کنه، قصه رو به لحاظ ذهنی پیش می‌بره، نه اینکه فقط یک کاربرد عاطفی معمول موسیقی متن در سینما رو داشته باشه. کار لودویگ یورانسون، آهنگساز سوئدی فیلم که در ایران اغلب اسمش رو به اشتباه گورانسون می‌نویسیم یا می‌خونیم، بسیار پرحجمه و تقریبا میشه گفت حتی یه سکانس کاملا بدون موزیک در فیلم وجود نداره. اما کاری که موسیقی انجام میده به شیوه نولان اخیر خیلی اوقات شکل دادن و به فریاد نزدیک کردن مجموعه‌ای از صداها و افکت‌هاست که بیشتر توی ذهن خود اوپنهایمر انگار جریان دارن. هانس زیمر هم برای نولان تا آخرین همکاریشون دانکرک سال 2017 همین کارو میکرد، اما در این حال ملودی ساز بسیار قهاری بود و هنوزم هست و در کنار افکتایی که انگار صداهای پس ذهن یا پس گوش توی گوش شخصیت اصلی فیلمو با ما به اشتراک میذاشتن، میتونست فضاسازی حسی فیلمو هم با موزیکش به اوج برسونه که به نظرم در تنت و اوپنهایمر با موزیک یورانسون این کیفیت غایبه. برای نولان که از همون فیلم‌های اولیه و درخشان و بدیعش، یعنی در حال تعقیب، فالوینگ و ممنتو، جهان ویژه‌ای خلق می‌کرده، طراح و متفکر بوده همیشه، یعنی به تعریف مؤلف در شاید مشهورترین شیوه تاریخ نقد سینمایی تئوری مؤلف نزدیک بوده، به قول خودمون کمی افت داره که کسی بابت ترکیب بازیگران فیلمش بخواد نسبت به فیلم کنجکاو بشه، ولی به عنوان بخشی از پیکره فیلم باید بگم که چند نکته جالب در زمینه ترکیب بازیگرا قابل اشاره است. یکی اینکه فیلمسازی مثل نولان با گرایشش به اکسپرسیونیسم، اینجا به معنای اون سبک هنری و سینمایی آلمانی شناخته شده که ریشه در آلمان بعد از جنگ جهانی اول داشت نمیگم، منظورم ماهیت اکسپرسیونیسم، بیانگرایی در هنر. فیلمسازی که به این بیانگرایی پرجلوه خیلی بیشتر گرایش داره تا به واقع گرایی، مهارت بازیگر در اجرای لهجه براش خیلی قابل اتکا تر از اینه که بره یه بازیگری با همون لهجه واقعی رو بیاره. برای همین واسه نقش ادوارد تلر مجارستانی الاصل، دانشمند فیزیک محض، از بنی سفتی، یکی از همون برادران سفتی کارگردان که از جمله فیلم آنکات جیمزشون رو حتما دیدین، استفاده میکنه که خودش اصلا آمریکایی و نیویورکیه. برای نقش آلبرت انیشتین آلمانی از تام کانتی که در اصل اسکاتلندیه، و برای نقش نیلز بور فیزیکدان دانمارکی هم از کنت برانای بریتانیایی. طبیعتاً درباره بازی خود شخصیت اصلی یعنی کیلیان مورفی به نقش رابرت اوپنهایمر و هر دو بازیگر زن مهم فیلم امیلی بلانت و فلورنس پیو کنجکاوی‌های فراوانی وجود داره که حتما توی ویدئویی که بعد از تماشای فیلم توصیه میکنم تماشاش بکنید راجع بهش صحبت خواهیم کرد. در ویدئوی بعدی که لینکشو اینجا میارم در بخش دسکریپشن، به نقد کاملتر فیلم میپردازیم که طبعا داستان در اون یه جاهایی به ناچار باز میشه و لو میره و برای تماشاگرانیه که فیلمو دیده باشن. اگه دوست دارین اون ویدئو رو هم ببینین یا بقیه ویدئوها و مباحث این کانال رو دنبال کنید، دستی به سمت دگمه سابسکرایب ببرید. به عنوان آخرین نکته درباره فیلم اوپنهایمر اینو بگم که اوپنهایمر در تاریخ علم معروف به پدر بمب اتم یا شاید در تاریخ میلیتاریسم و سیاست،
ولی همیشه فکر میکردم به طور شخصی از اولین باری که در بچگی از پدرم اسمشو شنیدم از یک وجه دیگه ای میتونه پدر احساس گناه تلقی بشه یا نام بگیره. با این ذهنیت فیلم اوپنهایمر رو ببینید و در ویدئوهای بعدی درباره خود فیلم با جزئیات بیشتری با رویکرد تحلیلی صحبت خواهیم کرد.